بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. خسته نباشین بچه ها. یکی از کارهایی که برای گفتار یک و دو دوازدهم میخوایم انجام بدیم برای آزموناتون اینه که آزمون کانون 18 مهر 99 گفتار یک و دوش رو با هم تستاش رو بررسی کنیم. تقریبا 20 تست خیلی باحال داره. قسمت اول بررسی میکنیم، قسمت دوم هم میریم سراغ انگار جک و جونوراهی گوارش. حالا کار ندارم بچه ها، راجع به مولکول های اطلاعاتی من درس دادم، حتما ویدیو قبلش تقریبا یه ویدیو مال گفتار دو و نصف یک و یک ویدیو هم که نصف اول یکش، حتما اون دوتا رو نگاه کنیم. با توجه به اطلاعات بیایم این رو بررسی کن. بچه ها هر سوال من در حدود 10 ثانیه بهتون وقت میدم با کلیت سوال آشنا بشین، میرم سراغ تحلیلش. سوال اول یه نگاهی بهش داشته باشین، 10 ثانیه‌تون رو شروع میکنم دیگه. سوال اول و سوال 121. خب اولا که صحبت صورت سوال راجع به چی صحبت میکنه؟ در مرحله اس چرخه یاخته ای. بچه شما پارسال سال 11 راجع به مراحل خوندین. ما یه مرحله داشتیم جز مراحل اینترفاز که خودش شامل G1، S و G2 بود. توی G1 چه اتفاقی می افتاد؟ تو G1 می اومدن تون تون رشد پیدا می کردن. توی مرحله S ما همانندسازی رو داشتیم. یکم کوچیکترش کنم. خیلی بچه این جلسه همون مهمه. تحلیلاش خیلی مهمه. S ما به درد چی می خورد؟ به درد همانندسازی میخواد. حالا گفته در مرحله اس چرخه یاخته ای و در حین همانندسازی، وسط ما همانندسازی، میتونه بگه در حین، میتونه بگه در طی همانندسازی. ما الان تو همانندسازی. یاخته های ایمنی زنده با قابلیت تقسیم در دفاع اختصاصی. بچه ها تنها گویچه سفیدی که توانایی تقسیم داره، حواستون باشه، لنفوسیت که میتونن چی بسازن؟ خاطره بسازن. البته نکوشن طبیعی خود لنفوسید بی و تی. اصلا به این هم کار نداریم. گفته کدام گزینه زودتر اتفاق میفته. پس تو مرحله S حین همانندسازی زودتر. یه چیز دیگه ای راجع به مرحله S و اینها بگم. حواستون باشه بچه ها. باکتری ها. تا همینجا می نویسم دیگه. باکتری ها. حواستون باشه. چرخه یاخته ای ندارن. کلا باکتری ها چرخه یاخته ای ندارن. گفت نقاط وارسی، گفت G1، گفت S، گفت G2، کلا چیه؟ غلط. حالا گفته که کدام گزینه زودتر اتفاق میفته. بچه‌ای که یکو زدن، باز شدن پیچ تاب فامینه و جدا شدن هیستون ها، بچه ها یوکاریوت هیستون داره، پیچ تابش باز میشه. اما حواست باشه این قبل از همانند سازیه. خیلی بالا نگاه کن، اصلا این اتفاق قبل همانندسازی میفته، در حین همانندسازی نیست. یعنی در طی همانندسازی اگر هم چیزی آورد این گزینه چیه؟ غلط. دو، گفته افزایش غلظت گروه های فسفات آزاد درون هسته. کی داره فعالیت میکنه؟ دی ان پلیمراز داره فعالیت میکنه. نوکلئوتید هایی که آزادن و میخواد بفرسته توی رشته ای که داره میسازه، دو تا فسفاتشون رو داره چیکار میکنه؟ میشکنه. پس فعالیت دنابسپاراز میشه. قبول؟ چون گفته زودتر من نمیتونم گزینه بگم، باید گزینه ها رو همشو بخونی. باز شدن نردبان مارپیچی به کمک آنزیم هلیکاز. خب هلیکاز باید باز کنه. شما همیشه حواستون باشه فعالیت هلیکاز مقدم بر دی ان ای پلیمراز یا دنابسپارازه. پس حواست باشه گزینه دو کلن خط میخوره. چرا؟ چون هلیکاز که زودتر داره فعالیت میکنه، به ما گفته زودتر. گزینه آخر، فعالیت نوکلئازی آنزیم دنابسپاراز برای حذف نوکلئوتیدهای اشتباه، برای اون سوتیایی که داده. خب این فرایند چیه؟ ویرایش دیگه. این تازه بعد از افزایش غلظت گروه های فسفات آزاد درون هسته اتفاق میفته. یعنی اول هلیکاز میاد فعالیت میکنه، بعد نوکلئوتید ها رو درست جاگذاری میکنه. اگر هم سوتی داد میتونه چیکار کنه؟ حذف کنه. پس زودتر ما میشه گزینه 3. خب
این سال اول تمام نکاتش رو بهت گفتم، حالا ما انشالله آزمون بعدی رو هم بررسی میکنیم دیگه. آقا چیزی نمیخوای، ویدیوها رو برات گذاشتم، تستا رو تحلیل کردم تو ویدیو 12، حتی دارم برات کانونم تحلیل میکنم. سوال 122، سوال 122، مرسی بچه ها دمتون گرم. سوال 122، 10 ثانیه‌تون شروع شد بچه هایی هم که دارن میبینن، 10 ثانیه 15 ثانیه وقت. خب گفته تو آزمایش های مزلسون و استال پس از دور دوم همانندسازی، یعنی 40 دقیقه بچه ها گذشته. یادتونه که توی لوله آزمایش ما دوتا نوار داشتیم، یک نوار در بالا بود و یک نوار در وسط، یعنی یک متوسط داشتیم و یک سبک. دقیقه 40 هستش. اینها بچه ها اینجوری بودن که میشدن 14، یعنی دوتا 14، اینا می شدن 14.5 دیگه، 14 داشتن، 15 هم داشتن، هم تا دو تا از هر کدوم کاری ندارم. گفته انواعی از بسپارهای زیستی خطی و حلقوی. مزلسون و استال بنده خدا داشتن رو کی کار میکردن؟ ایکولای. ایکولای خطیش کجا بوده؟ یه کلمه غلطه. نگاه کن، انواعی از بسپارهای حلقوی در نوارهای تشکیل شده یافت میشود. بله، ولی خطیش یه غلطه. پس گزینه یک برای ما خط میخوره. گزینه دو، در هر نوار، بچه اینجا منظور از نوار، نوارهای متوسط و سبکه. ما نوار داریم، ما رشته داریم، ما مولکول داریم. گفته در هر نواری که تشکیل میشه حتما نوکلئوتید N15 داری. بچه اگر N15 داشتی این سبک تفلی پس چیه؟ الان پشمک، پس ما اینو داریم دیگه. پس ما حواستون باشه توی گزینه دو گفته هر نوار حتما N15 داری. تو نوار بالا که سبکه ما فقط چی داریم؟ تو نوار سبک فقط N14 داریم. پس این گزینه هم چی میشه بچه ها؟ غلط میشه. من این رنگش میتونم عوض کنم دیگه نه؟ دست شما درد نکنه بابا، سبزش میکنم. خب در پایین ترین نوار تشکیل شده بچه ها، در پایین ترین نوار تشکیل شده بچه ها میگن سری میزنن او پایین غلطه فلان غلطه. بابا گفته پایین ترین نواری که تشکیل میشه، بالا پایین، نگفته که پایین پایینه سنگینه. در پایین ترین نوار تشکیل شده یعنی متوسط. کل اینجا منظورش کیه؟ متوسط، نوار متوسط. هر رشته هم N15 داره هم N14، مگه غیر حفاظتیه؟ یه رشته یا N15 داره یا N14، پس همچین چیزی غلطه. نمیتونی بگی هر رشته هم N15 دارن و هم N14، پس این گزارم چی در میاد؟ غلط در میاد. اما در بالاترین نوار تشکیل شده یعنی نوار چی بچه ها؟ سبک. هر نوکلئوتید حاوی N14 با نوکلئوتید حاوی N14 مکمل پیوند هیدروژنی تشکیل میده. اینجا N14 داری، اونورم N14، همشون N14، پس با روبرویاش مکمل هم هستن دیگه، پیوند چی تشکیل میدن؟ هیدروژن. گزینه 4. گرفتی چی میگم؟ باریکلا. این از این. نگاه کن دلرودش رو در میاریم ما. خب سوال بعدی، اولا که از رو شکل باید تشخیص بدی کیه؟ حالا اینا به چه نتایجی رسیدن ها؟ بودو در ثانیت شروع شد. من همینجور حرف میزنم که تمرکزت به هم بریزا. من میخوام همینجور حرف بزنم. الان ساکت شد. باید شاید حرف بزنم. ای اونا میتونن صدا رو ببندن. واقعا کار زشتی اگه صدا رو ببندیم بچه ها. واقعا به شعور من دارین توهین میکنن اگه صداتون رو ببندیم. بچه های آفلاین که نمیتونن صدا رو ببندن. واقعا دلتون میاد صدای نازنین استادتون. رو میگم امرزا. خب بچه ها یه چیزی رو من ادامهش رو بگم بعد برم سراغ تحلیل این. اولا که قوی کار کن. خب فکر میکنم قد شد، نه اوکی. قوی کار کن، سعی کن همون تستایی که گفتم الان، مثلا این تو گفتار بیا آیکیوش رو بزن، میکروش رو بزن، مازش رو بزن،
بعد بیا مثلا کارا رو تحلیل کن و سخت کار کن، سیستم رو گل و بلبل نکن، یا صفر و صد چیزی بگم نصف نیمه نباش، پنجا نباش، آقا یا صفر یا صد، یا اصلا بیخیال، یا آقا بترکون دیگه. بچه ها این شکل رو کی داشت؟ گفتم اون نامزدا دیگه، ویلکینز و فرانکلین. اسم یکیش هم بلد باشی بسا. این بندهای خدا چند تا چیز فهمیدن. یکی این که مارپیچیه، یک. دو دیگه چی فهمیدن؟ فهمیدن بیش از یک رشته است، قبول. دیگه چی فهمیدن؟ ابعاد رو هم در آوردن بچه ها. حالا بریم سراغ گزینه ها. شما هم چی کاری نکنید دیگه، مستقیم میرید سراغ گزینه ها. گفته که مولکول دی ان ا قطعا دو تا رشته، این بنده های خدا گفتن بیش از یک رشته. حالا ما نمیدونیم دو رشته است، سه رشته است، ما کجا باید بدونیم؟ پس گزینه یک غلط. دو، پله و ستون از لفظ بازی کی بود؟ واتسون که دیگه از این لفظا به کار می‌بردن، تفلیا که چیزی نمیگفتن، داشتن پرتو ایکس میتابوندنش، خالشون رو می‌کردن. پله ستون اصلا کار اینا نبود، یعنی گفت پله مال اونای دیگه است. اوکی، پس اینم که خدافظیه. سه، رشته های سازنده مولکول دنا ساختاری مارپیچی. اولین چیزی که فهمیده بودم ما بنده خدا چیه مارپیچی، بزنم معلومه که نزن، نگهش دار. چهار، آرایش جفت بازها. بابا نمیدونستن این تفلیه چی، باز مثلا آرایش جفت بازها موجب ثابت ماندن قطر همین بخشان، این خیلی گزاره قشنگیه، ولی بازم مال کی بود؟ واتسون و کریک. درسته اینا کار خفری نکردن، ولی همه اینا رو کنار هم گذاشتن دیگه. اوکی، پس همون گزینه چندمون درسته؟ سه. رشته ها حالت چی داشتن؟ مارپیچی. دمتون گرم. سه تا سوال سخت رو بررسی کردیم و مطمئن باشین آزمونی که خواهید داشت آزمون شدت سختی خواهد بود. سال قبلش اینجوری، ببین امسالش چجوری خواهد بود. و ایشالله ما خدامونه که همتون صد بزنین، ولی دو سه تا مورد رو میگم. حالا من که از تو همینجوری که دارین میزنین یه توضیحی هم بدم. من که دانش آموز اومده بود با رتبه 3200 زیر گروه یک با شیرینی و فلان و اینا، گفتم مثلا خاک تو سر دیگه، شیرینی چیه مثلا 3200 شدی؟ بنده خدا دام مشهد قبول شده بود و از شاخا بود به قول خودش، و بالاترین درصدش بچه ها 38 زیستش بود و همه هم تو همون رنج 38 39 زده بود، 38 30 داشت تا بین 30 تا 40 بود اختصاصیاش، و مثلا ریاضی 27 همچین رنجی و 3200 شده بود. فکر نکنی مثلا قرار صد بزنی، صد خودتو اینو حتما بر خودت اوکی کن که آقا دارم میگم بالا 80 بزنی که دو رقمی میشی. اینو دارم بهت میگم، آقا میخوای قبول شی باید بالای 55 تا 60 بزنی که بشی سه رقمی. همینو ازت میخوام، چیز عجیبی نیست دیگه. خب برم سراغ سوال 124. گفته در شرایط طبیعی ممکن است و نیست و فلان و اینجور داستانا. گزینه یک، گفته ممکن است نوعی دئوکسیریبونوکلئوتید ایدار هنگام اضافه شدن به یک رشته تیمین دار. این تیمین وقتی داره حتما چیه بچه ها؟ دی ان ایه. ممکن است حالا موقع وصل شدن دو عدد از گروه های فسفات به باز عالی وصل شه. مگه داریم؟ مگه میشه؟ بچه ها فسفات به چی وصل میشه؟ به قند، نه به باز عالی. فسفات به باز عالی متصل نمیشه. گزینه یک رو باید خط بزنی. دو، ممکن نیست ای با نوکلئوتید مجاور خودش، نه مقابل. مثلا فرض کن اینجا ایه، مجاورش دوست دارم ای باشه، بالایش هم ای باشه، تو حالم ایه، تو ربطی نداره، هرچی بخوام ای میذارم. پس میتونه نوکلئوتید مجاورش هم باز عالیش یکسان باشه هم قندش. یه چیزی بچه ها، حتما تو دی ان ای مجاوراشون قند همشون چیه؟ قند همشون دئوکسیریبوز، قبول. خب ولی از نظر باز عالی هم میتونن یکسان باشن، میتونن متفاوت باشن. گفته ممکن نیست. چرا؟ ممکنه برات گفتم کناریاش همه ای باشن، مثلا روبرویاش هم چی بودن؟ تی بودن. گفته ممکن نیست، غلط کرده. دو تا رو رد کردم بر. بله.
آره دیگه واقعا حیفه. بچه ها گفته ممکنه از طریق پیوند فسفوریس یوراسیل دی ان ای خدافزیه، اینا یوراسیل دی ان ای خدافزیه. دوباره گفتم قشنگ بگرد دنبال یه چیزی که غلطه و با اسمینام بزن، سرعت به خرج نده. بچه شما که دارین میخواین اولین بار آزموناتون رو بزنین، حواستون باشه تایم بندی کنین، یعنی شب قبل آزموناتون همه چی رو مشخص کنین. اگه آزمونتون آنلاینه صبحش پرینت کنین، یه پاسخنامه بزنین، پاسخ‌ها رو وارد کنین، با اتود نشین تست بخواین بزنین یا وارد کنین، مسخره بازی چیزی رو نگین. آزمون آزمایشی شما کلا 20 مرحله آزمون آزمایشی دارین و اینا رو مثلا همینجور تون تون رد نکنین بدون اینکه چیزی ازش یاد بگیرین، تایم بندی کنین. بچه‌ها من سال کنکورم میدونستم که ساعت 10 و ربع کدوم درسم، ساعت 9 و 5 دقیقه تو کدوم درسم، همه اینا از شب قبلش برای خودم مشخص می‌کردم. یعنی شما 50 تا سوالی که توی آزمون آزمایشیتون دارین از زیست شناسی، حالا 20 تا 12 هم میاره و 30 تا پایه، کاری که باید انجام بدین چیه؟ اینه که آقا 50 دقیقه 10 دقیقه هم از زمین بگیرین، 60 دقیقه فدا سرتون، 20 دقیقه زمینه که نمیخوایم بذارین، 20 دقیقه اون 37 تقریبا 40 دقیقه بهتون وقت میده، با 20 دقیقه زمین میشه 1 ساعت، یعنی فیکس 9 و ربع تا 10 و ربع سر زیستت باشه، 1 ساعت وقت داری. خب و درس اول هم ترجیح هم بزن، چون اگر اینجوریه که بچه‌ها زیستو که نزنی که هیچی. و مطمئنا حالا تجربه خودم، حالا من میگم از همین مسیر رفتیم، زیست رو اول بزن، این 9 رو تا 10 رو تو زیست باش بدون دغدغه، نمیخواد سرعت. من دیدم بچا سرعت اینا رو نمیبینن، دونه به دونه آروم با متانت بزن آقا، نزده ها تو بیشتر کن، بذار 10 تا آخر رو نرسی، اوکی کم کم اون شعور و فهم میرسی که درصد تو ببری بالا. پس تون تون نخوای بزنی که غلطات بره بالا. گفته ممکن نیست و ادامهش بود، در شرایط طبیعی ممکن نیست نوع عامل تعیین کننده این تایر رشته رو تغییر بده. بچه ها گفتیم اگر فسفات باشه حالا عوض بکنی، یا فسفات یا گروه اوهاش، واسه که نمیتونه تغییرش که بده، حالا هر چیزی که میخواد باشه تهش قنده، یا اگر از این ور باشه تهش فسفاته، پس ممکن نیست اینو چیکار بکنه، تغییر بده. گزینه 4. ببخشید بچه ها ما پرحرفی هم میکنیم، بریم سراغ سوال 125. 10 ثانیه‌تون شروع شد. اکلا. خب آقا صورت سوال گفته که از 4 شروع میکنم. گفته مدل مارپیچ دورشتهی دی ان ای، مدل مارپیچ دورشتهی رو آقای واتسون و کریک چیکار کردن؟ اعلامش کردن. گفته گزینه 4، این مدل اولین بار ثابت کرد که پورین ها یعنی ای او جی برابر با تی او سی در هر مولکول دی ان ای. بچه ها ای با جی، ای و جی برابر با تی و سیه. اینو بنده خدا آقای کی گفت؟ اولین بار اینا هم گفتن، ولی اولین بار آقای چار گفت. حواست باشه. 3. نحوه قرارگیری جفت باس ها. وقتی آقا همیشه ای با تیه، خب ای ما دو حلقه است، تی ما یه حلقه است، و همیشه سی با جیه، خب این تک حلقه است، این دو حلقه، نحوه قرارگیری یه جوری میشه که همیشه سه حلقه اون وسط داشته باشی، پس باعث تغییر قطر نمیشه، اتفاقا باعث ثابت ماندنش میشه، پس گزینه 3 هم چیه؟ غلط. گزینه 2، ترتیب نوکلئوتید های هر رشته توسط اجزای قرار گرفته ستون. بچه ها بهتر از من میدونین ستون کیه؟ قند، فسفات. اون باز عالیه که ترتیب تعداد توالی و اینجور داستانها رو داره کار میکنه، باز عالی، نه قند فسفات. اوکی پس این گزینه خط میخوره. اما 1، هر یک از پیوندهای نگهدارنده پله، بین پله ها چه پیوندی وجود داره؟ پیوند هیدروژنی.
هیدروژنیه چیکار میکنه؟ به تنهایی خود بنده خدا گفته به تنهایی انرژی کمی داره. خیلی سرعت نت فکر میکنم ضعیفا. نه هی من دارم اینم تصویرم لگ نداره بچه ها. خب خدا رو شکر. خب پس هر یک از اینها به تنهایی انرژی اندکی دارن. پس گزینه یک چیه؟ گزینه درست است. سال بعدی 126. خودو که تایم شروع شو. چه دمتون گرم که بعضی با جلوتر هم هستن یکی. خب وای خدای منو گاف، خدای منو گاف. بچه ها گفته طی همانندسازی، اصلا هر کی طی همان وسط همانندسازی شروع شدن اینا اصلا گفته چیه؟ ممکن نیست، خیلی تابلوه. بچه ها طی همانندسازی وقتی که همانندسازی داره انجام میشه، وقتی که همانندسازی داره انجام میشه، حالا هر کی میخواد باشه، ما طی همانندسازی اصلا شروع باز شدن پیچ و تابو نداریم. این که اتفاق میفته قبل از همانند سازی، پس اصلا ممکن نیست. باریکلا. خب حالا برم سراغ سوال. اصلا گفته در آن تعداد جایگاه های آغاز همواره از تعداد دوره های همانند سازی کمتر. این میخواد دانش آموز رو گول بزنه. چرا بچه ها؟ شما مثلا گفتیم اغلب باکتری ها یک جایگاه آغاز دارن. خب مگه همانندسازی دو جهتی نبود؟ پس چند تا دورایی دارن؟ دو تا دورایی دارن. پس تعداد جایگاه آغازشون از تعداد دوراییشون چیه؟ کمتر. یوکاریوت ها هم که گفتیم چند تا جایگاه دارن. بازم هر جایگاهشو که داریم یکی به اون ور میره یکی به اون ور. کتاب منو داری یا نه؟ کتاب سری قبلی که داشتم اونو میای برام نگاه. این نه کتاب درسی 12 داری یا مطمئنی؟ خب بچه ها یه شکلی رو من میخوام توضیح بدم، دو تا نکتهش رو بهتون بگم راجع به همانندسازی ها. ها من دست نزنم؟ خب بچه خودتون چطورین؟ خوبی؟ من گفتم دست نزن. داره شکر. چون میخوام بتر کنینا. این هم بچه ها ایشالله توی کانال میذاریم تو آزمون. ایشالله سربلند باشین. یک و دو رو که تموم کنیم من امروز ایشالله اگه بیرونمون نکنم مثل هفته پیش بریم جک و جونورها رو هم بررسی کنیم که چیزی نمونده باشه از این قسمت. الان تقریبا 15 جا چش من اصلا میخوای صدا من قطع کنم؟ خیلی بد با خود کنم بچه، به خدا نمیدونم اصلا سختی کار باید بگیرم من. بد برخورد. 31 چی شده؟ آره دست شما در دستتون در نکنه مچکه. خب بچه ها ببینیم به خاطر یک نکته که ما میخوایم به شما بگیم چند نفر باید جا اسیر بشن واقعا خجالت بکشه. چی بشه تهش آخرش که چی؟ خب بچه ها نگاه کنین اینجا. بچه ها اینجا عرضم به خدمتون که حباب ها رو که داریم چند تا فقط از این قسمت بگم. نگاه کن الان مثلا اینجا سه تا جایگاه آغاز همانندسازی داری. به ازای هر جایگاه، به ازای هر جایگاه آغاز ما دو تا دوراهی داریم. خب بعد هر جایگاه آغاز بزرگ میشه یک حباب میشه. یعنی هر جایگاه آغاز یک حباب.
پس اگر گفتن چند حبابی میشه کی؟ میشه یوکاریوت ها. باکتری ها قضیهشون چیه؟ بچه باکتری ها رو همین صفحه قبل دارین دیگه. چون مثلا اغلب باکتری ها چون یه جایگاه آغاز هم اساسی دارن، همین باز میشه کلن یک انگار حباب دارن. بچه ها پس اغلب یوکاریوت ها، بازم دارم میگم اغلبشون، اغلب پروکاریوت ها، از خواهی میکنم، اغلب پروکاریوت ها یک جایگاه آغاز، اغلب پروکاریوت ها یک جایگاه آغاز، و چون یک جایگاه آغاز دارن یک حباب همانند سازی دارن. یه حباب دیگه هم داره رونویسی که فصل بعد میگم. بعد اندازه های حباب ها میتونن چی باشن؟ متفاوت باشن. اندازه حباب ها متفاوت، که این از این. نمیشکنه که این، نه چرا باید محکم بده هم ارزا بشکنه. خب گفته ممکن، بچه نگاه کن، کسایی که جایگاه آغاز همانند سازی، چون کمتر از دوراهیه میشه همه، بچه ها در همه جانداران زنده دی ان ای دار تعداد جایگاه آغاز همیشه کمتر از تعداد چیه؟ دوراهیه. چون هر جایگاه خودش دو دوراهی داره، حالا هر خری میخواد باشه، یوکاریوت باشه، پروکاریوت باشه، هر چی میخواد باشه. یک، ممکن نیست آنزیم ویرایش کننده. آنزیم ویرایش کننده کیه؟ دنا و اسپاراس در کاهش تعداد نوکلئوتیدهای آزاد نقش داشته باشه. چرا ممکنه؟ ممکنه دنا و اسپاراس در کاهش تعداد نوکلئوتیدهای آزاد نقش داشته باشه. پس این گزاره چیه؟ غلطه. ممکن است، چون تو هسته، چون یوکاریوت هم میشه دیگه، ممکنه. بله. دو، ممکن نیست رابطه مکملی بین بازهای آل اینتروژن دار عامل اصلی وقوع هوانسازی با دقت زیاد باشه. بچا دقت زیاد و دقت اصلی به خاطر همین بازهای آل اینتروژن دار میبینه اینور ایه. حالا تی خودش هیدروژنی، کاری که فسفودی دی ان ای پلیمراز میکنه تشکیل فسفودی استراشونه فقط. پس اصلا رابطه مکملی عامل اصلی وقوع هوانسازی با دقت زیادی گفته ممکن نیست. چرا ممکن هست؟ بین سی او جی نسبت به ای او تی پیوند هیدروژنی چیه؟ بیشتره. ممکن نیست. چرا ممکن است؟ سوال 127، بود ثانیه ها شروع شد. کل خوب گوش بده بچه ها، دمتون گرم، فوقلاده فوقلاده، ای والله. گفته با شکل مقابل به طور حتم درسته، دو آنزیم هلیکاز تا انتها دور میشن. بچه دایره رو در نظر بگیر، ابتدا دور میشن سپس نزدیک. پس ابتدا دور سپس نزدیک میشه. پس گزاره غلطیه. دو، دو مولکول دنای حاصل از این همانندسازی در نهایت حتما وارد دو تا یاخته مختلف میشه. چند تا موضوع بچه هست. یکی، ممکنه دی ان ای کی باشه؟ مثلا میتوکندری پلاس باشه. یه جایی هست ای تی پی نیاز داریم، به میتوکندری ها میگم آقا شما فعلا همانندسازی کنید، بعد تعدادش زیاد میشه دیگه و حتما وارد دو تا یاخته مختلف نمیشه، تو همون یاخته میمونه. یا میتونه کی باشه؟ مثلا باکتری باشه و پلازمیدش. پلازمی میتونه مستقل از چرخه اصلی چیکار کنه؟ همانندسازی کنه. میتونه چه اتفاقی بیفته؟ اگر یادتون باشه پارسال شما یه چیزی خوندیم به نام با هم ماندن کروموزوم ها. یعنی چی؟ یعنی همه با هم میرن تو یک یاخته. اینجوری نیست که آقا حتما به دو تا یاخته کروموزوم ها وارد شن، همه با هم رفتن تو یک یاخته. پس این گزینه هم گزینه چیه؟ غلطی. در نهایت حتما وارد دو تا یاخته نمیشه. اندازه این حباب همانندسازی با حباب های دیگر میتونه برابر باشه یا نباشه؟ بله. اما یادتون نره ممکنه کلن یک حباب داشته باشه
کی یه حباب داره؟ اغلب باکتری ها. گرفتی؟ چهار، گروهی از نوکلئوتید های آزاد اینجا مثلا یوراسیل کلن در ساختار دی ان ای شرکت نمی کنن. یوراسیل در ساختار دی ان ای شرکت نمی کنه. باری کلا. دمتون گرم بچه ها. باری کلا. باری کلا. 128. انقدر تو تستایی که سر کلاس زدیم گفتیم خاک تو سرتون که الان اینجا تازه دارین عملکرد درستتون رو انجام میدیم. صدا کجا میره؟ آها اونو؟ اوکی اوکی یه هم خاک تو سرتون رو حذف میکنم. قشنگ ممیزیه صدا سیما و تایی بچه ها. الان ما گفتن دیگه تیشرت نپوش، روش گفتن الان پیرن بپوش که بخره به خطر نیفته. کی نگاه ما میکنه؟ گفتن خب اوکی کسی نگاه شما نمیکنه، دوربین مجبور شما رو بگیره. بعد این قضیه مقدار آزاردن در سر بچه ها دیگه. خلاصه اینجوری شده دیگه. راجع سری با چهار. خب بچه بریم بررسی کنیم گفته کدام گزینه نادرسته. عباس آه گوش بده. آره کلا. اولا که فعالیت آنزیم دنابسپاراز در اچار شروع کنیم، در سیتوپلازم باکتری میتونه قبل از نقطه وارسی جید و بابا مورچه چه کله پاچش باشه. گفتیم مثلا باکتری ها اس و جی یک و جی دو و این چرت و پرتا رو کلا ندارن. پس این که گزینه نادرستیه. حل سه، هسته فعالیت آنزیم دنابسپاراز سفری اینقدر داره زور میزنه تلاش میکنه که کروموزوم ها رو چیکار کنه؟ دو برابر کنه، مضاعف کنه، همانند سازی کنه. پس گزینه سه رو ما تیپیک داریم. دو، فعالیت آنزیم دناپولیمراز در سیتوپلاسم یاخته پوششی زنده و فعال، حالا هر سلول، میتونه باعث تولید رشته پولینوکلئوتیدی بدون انتهای آزاد باشه. بچه خودش گفته سیتوپلاسم بدون انتهای آزاد یعنی کی؟ حلقوی. خب ممکنه دی ان ای باز کی باشه؟ میتوکندری باشه دیگه که بدون انتهای آزاده، چون گفته تو سیتوپلاسم دناپولیمراز میتونه فعالیت کنه. یک، فایده آنزیم دناپولیمراز در هسته میتواند با تجزیه پیوندهای اشتراکی باشه در فرایند ویرایشش. بچه ها این فسفودیسترها چی میشدن؟ جدا میشدن. پس گزینه یک هم میتواند اتفاق بیفتن. و گزینه چهار، 129ش قشنگه. تایم عمر ازا من نو از بوزه شروع کردی میگم الان نو چیکار میخوام کنیم؟ مثلا میخوام من بیرون کنیم؟ ها مثلا من نرم بیرون چه اتفاق میفته؟ او نرم بیرون نه میخوام اینم چی میشه؟ نظری نداری نه؟ بچه ها گفته کدام گزینه؟ باریکلا 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 باریکلا. چتا رو خصوصی میکنی؟ ببین این هر رو هم میزنن یا نه؟ خیلی عجیبه، واقعا عجیبه، غریبه. خصوصی کن خصوصی کن ببینم چه خبره. خیلی عجیبه، همه همینجور یک 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 یک. ما همچی آماری تا حالا نداشتیم. خب در تر همانستازی، بله بله واقعا زرنگی شما فوق العاده این توانایی تا دیروز توانایی تشخیص باکتری رو از استاندار نداشتین و برای معلوم شد تون تون درست بدنید. در تر همانندسازی، در تر همانندسازی بچه ها گفته برخلاف یه چیزی جای خواهی دور از انتظار نیست. وقتی میگه دور از انتظار نیست، منفی منفی دور از انتظار نباشه، یعنی امکان وقوعش وجود داره.
امکانش هست. اوکی؟ در طرف فلان چی امکانش هست؟ خب این برخلاف هم که حواستون بهش باشه. گزینه یک، در طرح همانندسازی، در طرح همانندسازی حفاظتی عدم شکستن پیوند فسفودیستر رو داری. بله، تو حفاظتی و نیمه حفاظتی فسفودیستر نمیشکست، تنها در روش غیر حفاظتی بود که ما شکست چی رو داشتیم؟ فسفودیستر رو. بعد خب اینم گفته برخلاف غیر حفاظتی عدم شکست رو نداریم، یعنی تو غیر حفاظتی شکست رو داریم. بله نگاه کن، تو حفاظتی عدم شکست فسفودیستره، برخلاف غیر حفاظتی چون تو غیر حفاظتی شکست رو داریم. پس گزینه این درستیه. گزینه دو، گفته در نیمه حفاظتی برخلاف حفاظتی قرارگیری نوکلئوتیدهای پوریندار در مقابل پیرمیدین، یعنی A مقابل T، C مقابل G، این شرم برام نداره، تو همه این اتفاق میفته. یعنی گفته برخلاف غلطه، باید میگفت همانند. سه، حفاظتی مشاهده مخلوطی از نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید رو داشتی؟ خیر. مخلوطی از نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی در هر مولکول مال کی بود؟ مال نیمه بود و غیر حفاظتی. یا کن در هر مولکول، نگفته رشته. اگه میگفت رشته جدید و قدیمی میشد فقط غیر حفاظتی. مخلوطی از جدید و قدیمی در هر مولکول میشه نیمه و غیر حفاظتی. گفته حفاظتی غلط. چهار، تو غیر حفاظتی مشاهده نوکلئوتیدهای جدید در هر دو مولکول رو داری؟ بله. تو نیمه حفاظتی هم داری؟ بله. پس اینجا باید چی میشد؟ همانند بچه ها. پس این گزینه هم چیه؟ غلط. حالا جواب بدیم بعدی رو، چطاتون هم که خصوصیه. 130، 130 بچه ها. سلام چطور خوبی؟ ببخشید ما آنلاین ها اون با سکوت برگزار میشه، بچه ها دارن تست میزنن، کلا ما نگاه میکنیم، بچه ها باید یاد بگیرن. خب بچه ها سوال 130 بزنیم چی و چی زدیم. اوکی اوکی، من اسم میکنم سوال ها رو داشتی. نگاه کن، طی همانندسازی ماده ژنتیک یاخته پوششی و زنده و فعال چه تعداد از مراحل زیر ممکن است بعد تشکیل ساختار ایگرگ مانند اتفاق بیفته؟ یعنی بعد دو راهی باز شدن پیچ و تاب که گفتیم که قبل از همانند سازی، چون باز اولش آورده گفته طی همانند سازی، پس این که گزینه غلطی. بریدن بخشی از مولکول دی ان ای در حال تشکیل به وسیله آنزیم دارای فعالیت بسپارازی، آنزیم دارای فعالیت بسپارازی آنزیم دنابسپاراز هستش که میتونه چیکار بکنه؟ تو ویرایش یه قسمتی رو ببره. پس داریمش. پایان همانندسازی با رسیدن تنها دوراهی با یک دیگر باشه. اگه یه دونه دوراهی داشت که میشد یک جهتی، ما یک جهتی نشیم، گفتی چند جهتیه؟ دو جهتیه تو یوکاریوت. پس این گزاره چیه؟ غلطه. اتصال نوکلئوتیدهای A و جی با پیوند فسفودیستر، بله، یعنی مجاور، یعنی تو باز فرض کن A باشه، پایینی چی باشه؟ جی باشه.
پس این رو هم احتمالش رو داری کلا رفت. باری کلا بچه دمتون گرم. حالا این اگر میتونین جواب بدین، چه بچه این کار دارن نگاه میکنن، واقعا قدر خودتون بدونین و پیشرفت واقعا خوبی کردی، دمتون گرم. ببینی اگه بخوای قوی کار کنی، تست خوب بزنی، تست قوی بزنی، اینا دیگه بچه بازی میشه برات. با اینکه اینجا لرکی بذاری، میگم این آهو تو گل واقعا. همجوری دبیرش هم بذاری، بعضی موقع اصلا میبینی طرف نمیدونه چی بگه. آبا خواهش میکنم، دم خودتون گرم. بریم 131. 131 دقیقا آزمایش کتاب. موسیقی بذارم، اینا همینجوری بیدنگ میدنگن، باز دیگه موسیقی هم بذار، این موسیقی هیجانی ها بذار. بچه ها گفته یه باکتری در ماده وراستیش N15 داره، میذاریمش تو محیط N14 چندین بار همانندسازی کنه، دقیقا همون مدل خودمون. گفته بعد 40 دقیقه، بچه ها بعد 20 دقیقه که گفتیم، بعد 20 دقیقه یک نوار متوسط میداد و بعد 40 دقیقه نوارامون میشد متوسط و سبک. این بعد 20 دقیقه، این بعد 40 دقیقه. حالا گفته 4، گفته که در صورتی که مدل نیمه حفاظتی باشه، پس از گذشت زمان 40 دقیقه دو تا نوار داریم، یکی در بالا یکی در میانه. این کاملا درست. 2، اگر نیمه حفاظتی باشه، همین حالتی که ما در نظر میگیریم، پس از 20 دقیقه یک نوار در انتها داریم، ما چیزی بعد از 20 دقیقه هم بازم در وسط داریم نه در انتها. اما اگر حفاظتی باشه، بچه تو حفاظتی یادتونه گفتم ما 15 15، همون اول این 15 15 و اگر حفاظتی درست باشه تو محیط کشتمون هم که 14 14 14 میداد، باز این کامل میرفت تو یکی، اینا همه چی میشدن؟ 14 14. حالا کار ندارم، بعد از 40 دقیقه اینا همه میشدن سبک، این میشد چی؟ اوف احمد رضا، از این ور بلدم بنویسم، از این ور خوشخط‌تر می‌نویسم. ای حال کردم برال کن. خب بچه‌ها ادامه ماجرا بدیم، یه خود شیفته تشیفته. بعد نگاه کن الان گفته که 40 دو تا نوار، یکی بالا یکی وسط، نه دیگه یکی بالا یکی پایین، پس اینم که هیچ. بعد 20 دقیقه ما بازم یه سبک یه سنگین، گفته نوار در میانه. اصلا کلا حفاظتی حواست باشه، وقتی گفت حفاظتی چیزی به نام وسط نداری، خیلی راحت تر حله. برو سوال 132، 8 تا دیگه.
بچه بریم سراغ حل این سوال. گفته هر مولکول دورشته‌ای که اطلاعات رو داره ذخیره میکنه. هر مولکول دورشته‌ای دی ان ای هم خطی داریم هم حلقوی. هر مولکول دورشته‌ای به سر درونی غشا متصل، خیر فقط حلقوی اینجوریه. دارای قطر مولکول یکسانه، بله. در هر انتهاش هم فسفات داره هم هیدروکسیل، نه دیگه، یا اینو داره یا اونو داره. در هر واحد تکرار شوندهش دارای پیوند بین اتم حلقه پنزلی و قند و فسفات. گوش بده، بچه اینجا اگه دقت کنی تو این شکل مشخصه. اینجا ما یک این شکستگی ها رو تو شیمی خوندی، اینا کربن دیگه، نگاه کن. اون جایی که خود گروه فسفات مستقیم، گفتیم گروه فسفات به قند وصل میشه، ولی به اتمی که خارج از حلقه است، به کربنی که خارج از حلقه است، یعنی آقا مستقیم فسفات به قند وصل میشه، اوکی، ولی مستقیم به کربن توی حلقه متصل نمیشه. این هم یاد باشه. پس گفته داره پیوند بین اتم موجود در حلقه و فسفات، خیر خارج حلقه است. پس کدوم گزینه درسته؟ گزینه یه سه. باریکلا. بریم ببینیم آی گریفیت و ایبری و اینا داستانشون چی بوده. سوال 133. بچه ها گفته تو آزمایش گریفیت، بعد قبل فلان، گفته آزمایشی که مشخص شد وجود پوشین به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست، یعنی آزمایش سوم. خود آزمایش سوم داره میگه بعد و قبلش رو بیایم بررسی بکنیم، قبل و بعدش. چیزی که اینجا وجود داره، آزمایش بعدش میشه آزمایش چهار فقط دیگه، آزمایش قبلش هم میشه آزمایش دو. خب حالا راجع به آزمایش چهار، تو آزمایش چهار نتیجه گیره باکتری بدون پوشنه با دریافت دنا. اینکه آقا دنامنا نمیدونست چیه. دو، در آزمایش دو باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما رو، تو آزمایش دوش باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما رو به موش ها تزریق کردن؟ نه دیگه، توی آزمایش دو باکتری بدون پوشینه، میگم بدون پوشینه بچه ها، تو آزمایش دو چی تزریق کرد؟ کشته شده بود زنده بدون کپسول. بعد از این ور پوشینه داره کشته شده، اصلا مال آزمایش سه. پس این هم که هیچ، از خواهی میکنم. سه، با بررسی خون و ششها ماهیت مشخص شد، خیر. چهار، تو آزمایش دو خطوط دستگاه ایمنی موش نذاشتن بیماری و مرگش اتفاق بیفته. این از این. 134 هم سوال سنگینیه. بودو
134. ارزم به خدمتتون که گفته تو آزمایشا بچه خوب دقت کنی، نظرتون کدوم گزینه است؟ نگاه کن گفته در آزمایش اول دانشمندی که اطلاعات اولیه در مورد تایید دنا، ما همچین کسی رو نداشتیم. اولا که اگر هم کسی در مورد اطلاعات اولیه در مورد تایید وراثتی دنا رو داشت، آقای ایوری بود که تو آزمایش دوش فهمید آقا دناست. عینا گریفیت حرفی از دنا نزد و اینم اصلا به مهردار و موش کاری نداشت آقای ایوری. دانشمندی که ماهیت رو فهمید بازم کیه؟ ایوری. گفته از بین رفتن باکتری های فاقد پوشینه و چون که از بین نمی برد نهایتا میخواست پوشینه دارش کنه، پس همچی کاری انجام نمیداد. اول و سوم دانشمندی که فهمید قابل انتقال ماده وراثتی، این دفعه دیگه آقای کیه؟ گریفیت. گفته عامل مقاومت باکتری در برابر دستگاه ایمنی چی میشه که سیستم ایمنی سیستم ایمنی این باکتری مقاومت میکنه؟ به خاطر چیه؟ به خاطر پوشینشه. خب ما هم تو آزمایش یک داشتیم، هم تو آزمایش سه رو میتونیم پوشینه رو مشاهده کنیم. پس این چیه؟ درست. چهار، دوم دانشمندی که وراثتی نبودن پروتئین رو فهمید کی بود؟ باز ایوری. تخریب تمامی پروتئین ها تو آزمایش دوم اصلا تخریب نکرد، تفلی دیگه دلش نمیاد. تو آزمایش دوم با سانتریفیوژ کار کرد، روی لطیفی داشت. چش سوالاتون بفرستین پشتیبانی جواب میدم بهتون بچه‌ها. دیگه الان میخوام 5 تا رو تموم کنم. 15 تا سوال تا حالا تحلیل کردیم. بریم برای 5 تا آخرش. 135 135 داره چی میگه؟ میگه هر آنزیم شرکت کننده در فرآیند همان‌سازی که بین بازهای مکمل پیوند نه بهتون میگم هر آنزیم شرکت کننده در فرآیند همان‌سازی که بین بازهای مکمل پیوند هیدروژنی ایجاد میکنه، کدوم آنزیمه که تشکیل پیوند هیدروژنی میده؟ اوکی، کدوم آنزیمه که پیوند هیدروژنی تشکیل میده؟ هیچکی بچه ها، هیچ آنزیمی پیوند هیدروژنی تشکیل نمیده. یه سری آنزیم من کمک میکنم به تشکیل پیوند هیدروژنی، یکیش مثلا دنابسپاراز مکمل رو میذاره، خود به خود هیدروژنی تشکیل میشه، ولی برای شکستنش داشتیم مثلا هلیکاز. دو، نوکلئوتید های مکمل رو در مقابل الگو قرار میده کیه؟ دنا بس پاراز. تعداد نوکلئوتید آزاد
کم میشه، بله دیگه از اونا داره استفاده میکنه، نگهش دار. سه، برای ساخت یک رشته فعالیت میکنه مقابل رشته الگو، بازم دنابس پاراست. تنها سبب تشکیل میشه؟ نه، باعث شکستن هم میتونه بشه. دو رشته دنا رو در محلی از هم فاصله میدهن که هلیکاز نوعی بسپار میسازه. نه، داره چیکار میکنه؟ میشکنه بچه ها. باریکلا باریکلا، دمتون گرم. پس همون دو درسته، ای والله. اینو ببینم چی کار میکنی، ببینم گیاهیاتون چطوره. ببینیم گیاهیاتون بچه ها. سال بعدی رو حل کنیم. بچه ها ببخشین، شرمنده. خب ببینم چه کردین، ببینم چه کردین، ببینم چه کردین. در مورد اسیدهای نوکلوئیک چند مورد صحیحه؟ اسید نوکلوئیکی که شما داری چیه بچه ها؟ یکی آرنه، یکی دی ان ای. بچه ها اینا میتونن طریق پلاسمودسم های یاختای گیاهی، از خود کتاب داره میگه نوکلوئیک اسیدها، آرنه، اینجور موارد میتونن چیکار بکنن؟ میتونن از طریق پلاسمودسم ها جا به جا بشن. فصل هفته دهم. دو، میتونن توسط پروتین های شرکت کننده در انتقال یاخت فعال در یاخت مواد به عنوان رایج انرژی مصرف شن. بله، ولی نوکلئوتید میتونه دی ان ای رو که ما نمیدیم، دی ان ای مثلا آقا این انرژی میخواد، بگو مثلا دی ان ای هست دیگه، اینم نوکلئوتید. نه، دی ان ای چیز درازی آر ان ای بزرگه، ما به عنوان منبع رایج انرژی که استفاده نمیکنیم. غلط. جیم، واحد های تکرار شونده ای دارن؟ بله، نوکلئوتیدها که پیوند فسفودیستر رو درون هر واحد دارن. بچه ها بین واحد هاست، نه درون هر واحد. دال، اطلاعات بین واحد هاست دیگه. اطلاعات اولیه در مورد این بسپارها از آزمایشات دانشمندی به نام گریفیت به دست اومد. اطلاعات اولیه در مورد این بسپارها از آزمایشات دانشمندی به نام گریفیت به دست اومد. یه 10 ثانیه تفکر ببینی آقا واقعا دلیلش چیه، واقعا دلیلش چیه. هم تایپ کنی ها. چیه بچه ها به نظرتون؟ باریکلا. اولا که گفته اسیدهای نوکلوئیک اطلاعات اولیه در مورد این بسپارها. آقا اصلا که راجع به آر ان ای اینجور چیزا نمیدید، تازه دی ان ای یه سری اطلاعات به دست اومد. پس این گزاره 100% تو سوالت اومد، باید چیکار کنی؟ غلط بگیر.
بریم بچه ها، من ستای آخر رو بررسی کنیم، ستای آخر رو بررسی کنیم. زود باشین زود باشین، یه سرعت ببخشین. 10 ثانیه، 137 شروع. بودو 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 بودو. بچه سوالاتون که اول بپرسین و من حتما جنبندی و مرور حتما براتون میذارم، اصلا نگران نباشید. بریم. گفته ممکن نیست تو جانداران که دنای حلقوی دارن، یعنی هم یوکاریوت ها دارن هم باکتری ها یا پروکاریوت ها، آغاز عناصر در بیش از یک نقطه. خب توی یوکاریوت امکان داره، گفته ممکن نیست، غلط کرده. مجموعه نظیر هیستون ها دیده شود، چرا تو باکتری نظیر هیستون داری؟ ممکن نیست، چرا ممکن هست. نقطه آغاز و پایان مقابل هم دیگه باشه، چرا ممکن هست. باکتری آنزیم دنابسپاراز به تنهایی کاری رو انجام بده؟ نه دیگه آقا، چند تا آنزیم بودن با دنابسپارا تیم می شدن، همانند سازی می کردن. بودو سوال بعدی. بودو 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 سه تا مونده. گفته ممکن نیست در مرحله ای که هلیکاز داره فعالیت میکنه، هلیکاز داره همینجور میبره، هی دنابسپاراز هم میاد فسفات های نوکلئوتید جدا میکنه میذاره توی یاخته، پس همچی چیزی رو داره. وقتی پیوند فسفودیستر داره ایجاد میشه، هلیکاز هم داره همزمان فعالیت میکنه، هیدروژنیا رو میشکن. فاید بسپارازی دنابسپاراز داره رخ میده، باز شدن پیچ و تاب در محل. بابا ای خدا، نداریم همچین چیزی. باز شدن پیچ اصلا قبل همون انسازیه، کارونم گیر داده به این واقعاً کید. آقا جون مادراتون پیچ و تاب فامینه قبلشه. وقتی هم فسفودی استر رو میشکنه، بقیه پیوند بین اون نوکلئوتید جدیدا امکانش هست. بود دوتای آخر. اول 140 بزن، 140 بزن بودو. 140 140 بچه خیلی عجیب دارین درست میزنین، واقعا دمتون گرم. یعنی همه رو من کارنامه های آزمونتون رو میخوام ها، دونه دونه ایشالله بفرستین ما رو خوشحال کنین. اصلا عجیبه، ما تو این وسط سوتی نمیبینیم. حالا میدونم اونا هم که آفلا میبینم، بعد هم میبینم آقا اینا رو دارن دونه دونه درست جواب میدن. آها بله خانم شاد گرفت، ایشالله ایشالله. خب بچه ها، گفته در یاخته های کبدی آنزیمی که طی فرآیند همانندسازی، بچه ها طی همانندسازی پیچ و تاب باز نمیشه دوباره هم مارپیچ بدون برهم زدن پایداری کل دی ان ای به فالج ادامه میده. بله، باید در ابتدا به جدا کردن پروتئین، این هم که قبل همانندسازیه. پس دو. اما سوال آخر 139، چند مورد عبارت زیرا به نادرستی تکمیل میکنند؟ در مرحله از آزمایش گریفیت که تزریق باکتری های بدون پوشینه کشته شده به موش ها اتفاق افتاد. تزریق باکتری های بدون پوشینه کشته شده به موش ها، بدون پوشینه کشته شده، ما اصلا مرض داره تزریق کنه، ولش کن. دو، پوشینه دار شدن برخی از باکتری های بدون پوشینه تو آزمایش چهار، موش ها مطابق انتظار مردن؟ نه بابا، طفلی ها برخلاف انتظار شتک شدن دیگه، مردن برخلاف انتظارش. جیم، تزریق مخلوط چهار، اطلاعات وراثتی صرفا مریاختای زنده. بچه ها اون دی ان ای از اون پوشینه دارایی که مرده بودن چیکار میشد؟ منتقل داره میشد. پس اینم چیه؟ غلط. واقعا چرا خوب بیزن. زنده ماندن موش ها به دنبال تزریق باکتری های زنده، یعنی آزمایش دو، باکتری ها فاقد ژن لازم برای ساخت پوشینه بودن. بله، پس سه تا شیه نادرسته.
بچه ها این تحلیل آزمون 12/18/99 کانون گفتم من توی ایشالله کانال هم همه اینا رو میذارم، حالا ویدیویی که حالا دیرتر به دست رو میرسه که ما داریم میذاریم. این باتق با بیولوژی میشه ارزم به خدمتتون کانالتون، این خود کانال جزبه ها و اینها، پشتیبانی هم که بچه فقط تلگرام داره، سوالاتون رو میتونیم بپرسین. خواهش میکنم لطف دارین سوالاتون رو میخوایم بپرسین از این شماره، که زنگ و منگ نزنین خاموشه. به خدا مثلا بعضی موقعی زنگایی میزنن، مثلا زنگ میزنن که شماره تون رو گذاشتیم برای کارگر میخواستیم مثلا، بابا ول کنید این شماره گرفتیم خاموش باشه. مثلا 3 41 8 7 6 41 هم سوالاتون رو جواب میده، همین با تقوا بیولوژی اونم. دمتون گرم بچه ها، خسته نباشین، دمتون گرم، اینا رو حتما کار کنیم مرور کنیم. خدا نگهدار.